سرخط اخبار، افزایش تردیدها در مورد اورگراند، تثبیت اوراق خزانه‌داری امریکا، ثبات بازار سهام، بحران انرژی و غذا در بریتانیا، ادامه رشد قیمتی گاز طبیعی. در مشروع اخبار آنچه باید در بازارهای مالی امروز بدانید را به سمع و نظر شما می‌رسانم. با عرض سلام و شب بخیر، فریبا هستم از شبکه خبری پرو اسکیلز. امروز جمعه 24 سپتامبر 2021 برابر با 2 مهر ماه 1400 با اخبار اقتصادی در خدمت شما هستم. مشروع اخبار: احیای تردیدها در مورد اورگراند همزمان با مداخله دوباره بانک مرکزی چین. اورگراند چینی در پرداخت به تمام دارندگان اوراق قرضه دلاری خود در مهلت مقرر در روز پنجشنبه ناتوان ماند. این شرکت دارای مهلت 30 روزه است که میتواند قبل از اعلام رسمی عدم پرداخت تعهدات مطالبات را برآورده کند، اما با توجه به اینکه این شرکت قبلا حقوق بسیاری از پیمانکاران خود و برخی از پرسنل خود را متوقف کرده است، نشان می‌دهد که شرایط بدتر است. سهام اورگراند در هنگ کنگ 11% سقوط کرد و باعث شد بازارهای سهام چین و اروپا دوباره سقوط کنند. بانک مرکزی چین مجددا نقدینگی تزریق کرد تا بازار داخلی پول را منظم نگه دارد، گرچه مداخله آن کمی کمتر از روزهای چهارشنبه و پنجشنبه بود. با این وجود بیش از 70 میلیارد دلار در یک هفته تزریق کرده است. بانک مرکزی چین همچنین نگرانی‌هایی را در بازارهای ارزهای دیجیتال ایجاد کرد. فعالان بازار رمز ارزها بیانیه‌ای دریافت کردند که در آن دیدگاه رسمی بانک مبنی بر اینکه همه معاملات مربوط به رمز ارز در چین غیر قانونی است مطرح شد که با کاهش شدید رمز ارزها همراه شد. این بیانیه در حالی که در روز جمعه در وبسایت این بانک منتشر شد به نظر می‌رسد در تاریخ 15 سپتامبر نگارش شده است. تثبیت اوراق خزانه‌داری پس از فروش روز پنجشنبه. اوراق خزانه‌داری امریکا پس از صعود به بالاترین سطح خود در نزدیک به 3 ماه گذشته در روز پنجشنبه تثبیت شد. بازدهی 10 ساله که روز پنجشنبه به بالاترین حد 1.45% رسید همچنان در این سطح باقی مانده است. به نظر میرسد این اقدام واکنش دیرهنگام به بیانیه سیاست فدرال رزرو و کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه بوده است، جایی که توجهات در ابتدا به تصمیم فدرال رزرو مبنی بر عدم کاهش فوری خرید اوراق قرضه متمرکز شده بود. در آخرین اظهار نظر جرمی پاول رئیس فدرال رزرو عنوان کرده است که خرید دارایی ها ممکن است تا اواسط سال آینده به طور کامل حذف شود. این اخبار در پس زمینه یه تئاتر سیاسی بر سر سقف بدهی‌ها و 2 لایحه هزینه 3.5 و 1 تریلیون دلاری دموکرات‌ها مطرح می‌شود که مستلزم انتشار شدید اوراق خزانه است. همچنین امروز پاول رئیس فدرال رزرو در کنار معاون خود ریچارد کلاریدا و میشل بومن درباره بازار کار و وضعیت کرونا جلسه برگزار کرد. ثبات بازار سهام، گزارش ناامیدکننده نایک در مرکز توجهات. بازارهای سهام ایالات متحده در کنار فشارهای عصبی جدید درباره بحران بدهی چین و افزایش شدید بازده اوراق قرضه در روز پنجشنبه بدون حرکت ماندند. در بازار امروز داو جونز 0.1% افزایش یافت، در حالی که S&P 500 ثابت ماند و نزدک 0.4% کاهش داشت. در بازار سهام آسیایی شاخص نیکی 2% رشد و شاخص هانگسنگ 1.3% کاهش داشتند. همچنین در بازار سهام اروپایی شاخص فوتسی لندن 0.2% و شاخص داکس آلمان 0.7% افت کردند. آخرین نظرسنجی مدیر صندوق بانک امریکا که در آن اولین خروج خالص سرمایه از بازارهای جهانی در سال جاری را نشان داده است، به بهبود احساسات بازار کمکی نکرد.
سهامی که امروز مورد توجه قرار گرفت شامل نایک است که در مورد کمبود احتمالی عرضه تا فصل تعطیلات در یک بروز رسانی 3 ماهه ناامید کننده پس از اتمام بازار 5 شنبه هشدار داد. تعطیلی کارخانه ها به دلیل کرونا در ویتنام جایی که بیشتر کفش های نایک تولید می شود مقصر بود. این اخبار همچنین آدیداس و پوما را در بازار اروپا به سمت پایین کشاند. در مقابل کاستکو و تریپ دات کام هر دو با نتایج خود انتظارات را به راحتی برطرف کردند. بحران انرژی و غذای بریتانیا در حال شکل گیری است. اقتصاد انگلستان با رکود تورمی روبروست زیرا کمبود رانندگان کامیون تهدید می‌کند که در آینده نزدیک تحویل مواد غذایی و بنزین را متوقف کند. شرکت‌های بی پی و اکسون موبیل هر دو روز 5 شنبه گفتند که به دلیل کمبود راننده مجبور به سهمیه بندی سوخت بنزین ها هستند. سوپرمارکت های زنجیره‌ای هفته هاست که مشکلات مشابهی دارند. آخرین تحولات تنها چند هفته پیش از آن است که دولت بریتانیا به برنامه مرخصی بدون حقوق خود در دوران همه‌گیری پایان دهد، چیزی که احتمالاً به افزایش بیکاری می افزاید. دولت همچنین پرداخت 20 پوند در هر هفته برنامه عمومی کمک‌های اضافه را قطع می‌کند که بیکاران و اقشار کم درآمد را تحت فشار قرار می‌دهد و در حالی که قمص‌های مصرف انرژی آنها به سرعت بالا می‌رود، در همین حال بانک انگلیس روز 5 شنبه اعلام کرد که انتظار می‌رود افزایش نرخ‌ها قبل از پایان سال مناسب باشد و تورم به بالای 4% برسد. کاهش آلودگی چین صنعت را تحت تاثیر قرار می‌دهد و قیمت گاز طبیعی رشد را از سر می‌گیرد. بحران انرژی محدود به انگلستان نیست. در چین تعداد روبه رشدی از کارخانه‌ها به عنوان بخشی از مبارزه با آلودگی پکن قطع می‌شوند. در همین حال افزایش قیمت زغال سنگ ادامه تولید نیروگاه‌ها را غیر اقتصادی می‌کند. بلومبرگ اعلام کرد که محدودیت‌های برق در حال حاضر به 10 استان چین گسترش یافته است. این اثر دو جانبه تهدیدی برای کند شدن اقتصاد چین در 3 ماه پایانی سال است. علاوه بر مشکلات صنعت فولاد و آلومینیوم، محدودیت‌ها همچنین بر صنایع شیمیایی، رنگرزی و نساجی تأثیر می‌گذارد. قیمت گاز طبیعی پس از افت در میانه یه هفته دوباره رشد سریع خود را ادامه داد. قیمت‌های ماه آینده در هنری هاب 1.9% افزایش یافت و به 5.07 دلار در هر میلی‌متر BTU رسید. در بازار امروز نفت امریکا با 0.6% افزایش به 73.72 دلار در هر بشکه و همچنین نفت برنت با 0.7% افزایش به 76.95 دلار در هر بشکه رسید. با سپاس فراوان از توجه شما عزیزان به این بخش خبری از شما دعوت میکنم برای دریافت اخبار لحظه به لحظه بازارهای مالی کانال تلگرامی ما را به آدرس @pro_skills_news دنبال بفرمایید. شب و روزگارتون خوش، فرخنده و پیروز باشید.